رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را حین بازدید از پروژه متذکره یک تعداد از وزرای کابینه امراهی می جریان کار ساختمانی پروژه متذکره که شامل بازسازی تعمیر آبادات تاریخی قصر و باغات قدیم و همچنان اعمار قصر جدید تجلیل از جشن نوروز سال 1393 می باشد توسط دکتر حسن عبداللهی وزیر امور شهرسازی و مسکن در حالی که انجینیران پروژه متذکره نیز حضور داشتند تشریح گردید سپس رئیس جمهور آمد کرزه از بخش های مختلف پروژه متذکره و ملحقات آن از جمله جریان باسازی قصر تاریخی تپه بغمان و باغات قدیم و اعمار قصر جدید تجلیل از جشن نوروز سال 1393 که به شکل پخته و اساسی در حال باسازی و اعمارند دیدن کرد. وزیر شهرسازی گفت که پروژه متذکره به هزینه حدود 8 میلیون دلار باسازی و نوسازی می شوند. و از جمله بناهای خوان بود که با سبک معماری قدیم افغانستان در حال اعمار می باشند و گفت که در این پروژه بر علاوه معماران جدید سنگ و معماران که قبلا در ساختمان تاریخی تپه پغمان کار می نیز به کار گماشته شدند دکتر حسن عبداللهی افزود که در پروژه نامبرده سهولت های زیاد برای مهمانان در نظر گرفته شده است و تالار قصر جدید تجلیل از جشن نوروز که به شکل پخته و اساسی با معماری کلاسیک در حال اعمار از گنجایش هزار تن از مهمانان را خواهد داشت و بر علاوه این قصر ده اتاق جلسات جانبه و چندین جانبه و دو سالن دیگر نیز دارد حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به وزیر امور شهرسازی و مسئولین پروژه هدایت داد تا در اکمال پروژه مذکور سرعت به خرج داده و در پیشبرد دقیق امور توأم با حفظ اصالت تاریخی بناهای این محل توجه نمایند گفتنی است که در جشن جهانی نوروز سال 1391 که در تاجکستان برگزار شد و در آن حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سایر رؤسای جمهور کشورهای اوزه نوروز حضور داشتند حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آن موقع سران کشورهای اوزه نوروز را دعوت کرد تا در جشن سال 1393 به افغانستان آمده نوروز را در افغانستان جشن بگیرند.